معرفی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و گوشه ای از فعالیت های آن. انسان های آزاده و فعالان حقوق بشر به استحصال می رساند که کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برای گسترده تر کردن فعالیت های خود قصد دارد با کلیه فعالین و مدافعین حقوق بشر و رسانه های زیر ربط همکاری و ایجاد ارتباط نماید تا با بازتاباندن هرچه وسیع تر وضعیت نقض حقوق بشر و عکس‌العمل‌های گروهی به موقع خود به هدفش که همانا آگاهی رسانی و جاری شدن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و افشاگری موارد نقض حقوق بشر می باشد برسد. در این راه امیدواریم که با آشنایی به عملکرد و اندیشه ما در کنار هم در انتشار این گزارشات و فعالیت‌ها با ما همراه باشید. بدین وسیله اطلاعاتی گذرا از تلاش‌های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران را در اختیار شما قرار می‌ده. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فوریه سال 2000 در آلمان شهر برمن به ثبت رسیده است و آدرس سایت رسمی آن بشریت.org می باشد. اساسنامه و منشور کانون معرفی در ویکی‌پدیای فارسی با نام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. خواست تلاش‌ها و فعالیت‌های حقوق بشری اعضای کانون در سال 2010 تندیس پرنده طلایی حقوق بشر به مدت یک ماه به کانون دفاع از حقوق بشر در ایران اهدا شد. نمایندگی‌های رسمی این کانون در حال حاضر در 6 ایالت آلمان نمایندگی‌های فعال دارند و 5 نمایندگی فعال با نام اسکاندیناوی، شرق آسیا و کشورهای سوئیس، ترکیه، اتریش می‌باشد. همکاران منفرد در کشورهای انگلیس، فرانسه، یونان، کانادا، عراق، استرالیا، هلند، امریکا، آذربایجان و بلژیک فعال هستند. کمیته ها این کانون دارای 10 کمیته مستقل است که 8 کمیته تخصصی زنان، کودک و نوجوان، پیروان ادیان، جوان و دانشجو، اقوام و ملل ایرانی، هنر و هنرمندان، محیط زیست و کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر و 2 کمیته روابط عمومی و کمیته آموزش و پژوهش است که این 8 کمیته به جمع‌آوری کلیه کنوانسیون ها و آگاهی رسانی و افشاگری به طور تخصصی در هر زمینه مشخص در سایت رسمی bashariyat.org/page_id35 فعالیت مستمر دارند. امور ارتباطات که برای انتشار فعالیت‌های کانون در فضای مجازی فعالیت دارد. رادیو اینترنتی هفته یک بار جمعه ها به جهت آگاهی رسانی صوتی در سایت رادیو فعالیت می کند. می توانید امور رسانه‌ای را در یوتیوب بشریت ایران، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام ملاحظه کنید. بخش صدا و تصویر که مسئول انتشار گزارشات صدا و تصویر، جلسات نمایندگی ها و کمیته ها و ساخت کلیپ های حقوق بشری می باشد. ماهنامه این کانون نشریه بشریت را به عنوان ارگان همه ماهه در اول ماه چاپ و منتشر می کند که اینک سال 19 و شماره 207 آن به چاپ رسیده است. تقویم سالیانه
این کانون تقویم سالیانه داشته و بر اساس پیشبینی ها برنامه ریزی و فعالیت می کند. کانون دارای خدمات اینترنتی می باشد که با نظارت و نگهداری امور اینترنتی فعال است. کتابخانه اینترنتی، جمع‌آوری و آرشیو کتاب‌های اینترنتی و صوتی و همچنین کتاب‌هایی که در ایران امکان خواندن وجود ندارند فعالیت می‌کند. و اما سایر فعالیت‌ها، برگزاری منظم جلسات مجمع عمومی ماهیانه در سال 11 بار به منظور مشارکت و حضور اعضا در تصمیم گیری ها و ارائه گزارشات و اطلاعات به صورت مجازی در فالتاک در اولین یک شنبه ها ساعت 16. برگزاری کنگره سالی یک بار در ماه دسامبر به منظور ارائه گزارشات مالی و فعالیت‌های مسئولین و مدیران و برگزاری انتخابات حضوری و اینترنتی اعضای هیئت رئیسه و مسئولین کمیته‌ها برای یک سال آینده. برگزاری جلسات ماهانه نمایندگی‌ها و کمیته‌ها به طور متوسط 18 نشست در ماه که یک بر سخنرانی توسط 2 و یا 3 همکار در خصوص مسائل روز، 2 بررسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر یا کنوانسیون ها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 3 گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه قبل، 4 بحث آزاد در خصوص حق همچون حق ذاتی و حق شهروندی، آب، برابری، محیط زیست، آزادی، حق، استقلال، اهداف سند 20 یونسکو انجام می‌گیرد. حداقل 200 جلسه در سال. برگزاری جلسات سخنرانی‌های ویژه به مناسبت‌های روز جهانی حقوق بشر، روز جهانی خانواده، روز جهانی کودک، روز جهانی صلح، آزادی بیان، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، روز دانشجو، توسط اعضا و با دعوت از متخصصین و کارشناسان به طور حضوری یا در پالتاک، حداقل 25 مراسم در سال برگزار می‌گردد. تهیه و نشر کتاب اختصاصی سالیانه موارد نقض حقوق بشر در ایران در مورد کودک و نوجوان، جوان و دانشجو، زنان، پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی توسط کمیته‌های تخصصی کانون فعال هستند. تهیه و نشر گزارشات اختصاصی موارد نقض حقوق بشر ماهیانه به دو فرم آماری برای ماهنامه و گزارشی برای انتشار عمومی توسط کمیته‌های جوان و دانشجو، پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی، زنان، محیط زیست، هنر و هنرمندان، کودک و نوجوان و کار و کارگر، تخصصی کانون در اینترنت و ماهنامه بشریت به اضافه گزارش اعدام ماهیانه. صدور اطلاعیه و اعلامیه‌های اعتراضی و افشاگرانه برای موارد خاص نقض حقوق بشر در ایران، حداقل 120 مورد در سال و پخش آن در مراکز و محل نمایندگی‌ها و نشر در اینترنت از طریق سایت و وبلاگ‌های کانون و انتشار آنها توسط اعضا در مراسم و جلسات. برگزاری جلسات بحث آزاد در کلیه جلسات سخنرانی حداقل 18 جلسه در ماه توسط کمیته ها و نمایندگی ها انجام می شود. ساخت کلیپ های مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بررسی آن با وضعیت اجرایی آن. جمع‌آوری کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی کلیه کمیته‌های تخصصی زنان، کودک و نوجوان، پیروان ادیان، جوان و دانشجو، اقوام و ملل ایرانی،
هنر و هنرمندان، محیط زیست و کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر به صورت نوشتاری و صوتی. بررسی و ساخت کتاب گویا برای اهداف 17 گانه سند 20-30 یونسکو و کنوانسیون‌های حقوق بشر. بررسی و ساخت کلیپ‌های اهداف 17 گانه سند 20-30 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. برنامه دریچه‌ای به روی آگاهی سالانه حداقل 20 برنامه با موضوعات مختلف روز و حقوق بشری. انتخابات برای مسئولین نمایندگی ها همه ساله از ماه سپتامبر تا پایان نوامبر انتخابات مسئولین نمایندگی ها توسط اعضا با حضور 2 نفر از اعضای هیئت مدیره کانون برگزار می شود. از من پرسید که حالا اگر یه انقلاب دیگه شد یا این رژیم سقوط کرد تو چیکار می کنیم؟ میخوام بگم که هر دست مدافع حقوق بشر ثابت کردن یه حکومت نیست. قراندازی حالا یه نرمش ها بره نرمش ها این چیزا نیست. کار مدافع حقوق بشر تحول حقوق دید. من چه توصیه به شهردار پانوبر کردم بگم اینا همونه که این کار دارن. یه از دوستو بسایر مطبعاتی راکه وقت مهاجرت وقت پناهندگی توی این گروفا از ما پرسید. برای همین ما گفتیم کشامون رو خوب باید کنیم تا کشام باید نشیم باید نمیتونه ابعاد نقد حقوق بشر تو کشور که زندگی میکنه خوب ببینیم. اینها گوشه ای از فعالیت های همکاران ما در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد. باشد که فعالیت های ما با کمک شما عزیزان بتواند نقطه اثری در آگاهی مردم ایران و فارسی زبانان در خصوص شناخت حقوق ذاتی و حقوق شهروندی و موارد نقض حقوق بشر در ایران باشد.